بسم الله الرحمن الرحیم. مهدیه کهندانی هستم، روانشناس و زوج‌درمانگر. پیروی فایل صوتی که در رتبه کنجکاوی جنسی کودکان 2 یا 3 ساله خدمتون ارائه شد، توی این فایل میخوام مراحل رشد روانی جنسی کودکان رو در سنین تولد تا 3 سالگی خدمتون توضیح بدم. همونطور که قبلا هم گفتیم، کودکان در سن 2-3 سالگی نسبت به اعضای مختلف بدن خودشون کنجکاو میشن و در صدد کشف اونها برمیان. توی این سن کودکان از لمس کردن آلت تناسلی خودشون لذت میبرن که البته لذتشون با لذت جنسی متفاوت هست. بنابراین والدین باید یه سری نکات آموزشی رو توی این سن به فرزندانشون آموزش بدن که 7 نکته هست که من در قالب این فایل صوتی خدمتتون توضیح میدم. اولا اینکه سعی کنید درباره اعضای مختلف بدن و کارکرد اونها توضیحات ساده و قابل فهمی رو به کودک بدین. مثلا دهان و دندان برای خوردن هست، چشم‌ها برای دیدن هست. دوم اینکه سعی کنین کودک رو در آغوش بگیرین و اجازه بدین علاقه و محبت شما رو از طریق تماس پوستی درک بکنه. کودکان توی این سن به شدت احتیاج به برقراری تماس‌های جسمانی با والدین خودشون دارن. سوم اینکه توی این سن به تدریج فرزندان تفاوت و خصوصی بودن اندام‌های بدنشون رو باید یاد بگیرن. مثلا اینکه بینی یه عضوی از صورته که با اون میتونن اشیا رو بو بکنن، ولی اگر کسی به بینیشون دست بزنه اشکالی نداره، اما آلت تناسلی اندامی خصوصیه که دیگران نباید به اونها دست بزنن. 4. اینکه اگر فرزندتون با کودک غیر همجنس خودش معاشرت داره و در حقیقت با کودک غیر همجنسش بازی میکنه، لازمه که متوجه تفاوت جنسی خودش با اون میشه و سعی بکنین اگر از شما پرسید که تفاوت دختر و پسر یا تفاوت من با پسر خالم یا با دختر عموم چیه، این تفاوت رو خیلی ساده و راحت براش توضیح بدین. بهترین راهش هم استفاده از تصاویر و کتابهایی هستش که تصاویر کودکان از آناتومی انسان ارائه میدن. 5. اینه که به کودک یاد بدین اگر کسی قصد داشت آلت تناسلی اون رو ببینه، مهارت نگفتن داشته باشه و خیلی جدی مخالفت کنه و بگه که این قسمت از بدن من کاملا خصوصیه. در حقیقت توی این سن باید آموزش حریم خصوصی به کودک داده بشه. 6. اینه که اگر فرزندتون درباره حاملگی سوال کرد، باید با عبارات بسیار ساده اما واقعی جوابش رو بدید، که ما توی کارگاه های آموزشی مفصل در رابطه با این قضیه صحبت میکنیم. 7. اینه که اگر کودک درباره اعضای بدنش مثل سر، دست، پا و آلت تناسلی صحبت کرد، والده نباید احساس گناه و شرمندگی و خجالت داشته باشند که کودک احساس کنه حتما سوال بدی پرسیده یا خط قرمزی رو رد کرده. بنابراین باز هم اشاره میکنم که خانواده نقش بسیار مهمی در آموزش و تربیت جنسی فرزند داره. موفق باشید.